سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ. جلسه هشتم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرا به اینجا رسید که این جناب مهندس گفت که من دیدم از جسمم جدا شدم و بدن دیگری داشتم بالاتر از این جسم که اسمشو گذاشتن جسم اسیری، یا ما گفتیم هم بدن مثالی، که رنگ لباسش گفتن که نقره‌ای خیلی روشن بود، از جنس همون وجود اسیری و بدن مثالی خودم. میگه که شما از دیدن این هیئت جدید تعجب نکردی؟ چقدر تعجب کردی؟ میگه اصلا تعجب نکردم. میگه چطور میشه؟ میگه شما خواب زیاد دیدید، در حالت خواب با صحنه‌های غیر معمولی مواجه شدید، در این حال چندان تعجب نکردید. همون حضوری که آدم در خواب داره در عالم برزخ هم داره، از خودش تعجب نمی‌کنه، مگر اینکه انسان به صورت دیگری وارد عالم برزخ بشه که اون بحثش فرق می‌کنه. اونجا از دیدن خودش وحشت می‌کنه، خدای نکرده ممکنه کسی صورتش به صورت انسان نباشی. اونجا دیگه حیوان بودن هم ترکیبیه، تلفیقیه، یه مدل نیست، میشه انسان ترکیبی از حیوانات مختلف باشه، خدای نکرده گرگ باشه، در این حال مثلا بوزینه باشه، در این حال مثلا مورچه باشه، همه اینا میشه، جلوه های مختلف، ویژگی های منفی حیوانات همه در یک نفر بروز داره. حالا ماجراهایی هست از افراد معاصر، شاید یه وقتی اشاره بکنم، حالا فقط دارم دلتون رو میسوزونم، حالا کتاب یکم پیش بریم بعدا ببینیم شاید برخی مطالب عرض بشه. بعد میگه که خواب نمیدیدم ولی از چیزی که از خودم میدیدم تعجب نمیکردم و صحنه‌های خالق‌العاده میدیدم، ولی میدونستم که مردم، میدونستم از بدنم جدا شدم، اون جسمی که رو زمین افتاده مال منه، اطلاع داشتم که او وجود خاکی و از کار افتاده منه، وجود حی و برتر منیم که در بالا قرار گرفتم. میپرسن که چقدر به اون بدنی که رو زمین داشتی علاقه داشتی؟ میگه اصلا علاقه بهش نداشتم، از نظرم فقط یک لاشه زشت، بدبو، سنگین و دل به همزن بود. اینا البته اینجوری هنها بدن، یه داستانی رو یا خود ایشونه یا یکی دیگه نقل میکنه که میگه دیدم یه کسی چندین ساله میخواد برگرده، یکی از این آدمای شرور میخواد برگرده، بدنش نمیتونه، تعلق وقتی زیاد باشه، اون که تعلقش کمه به بدن، به عالم ماده، زود میکنه و میره، از این لباس جدیدی هم که داره خوشش میاد. بزن یه مثال براتون بزنم، چون بحث تعلق خیلی مطرح شد، یه مثال خوب بخوام عرض بکنم نسبت ما با بدن چیه. شما ناخون زیاد گرفتید، بله، ناخونتون رو هم دفن کردید، اون ناخونی که دفن کردید زیر دست و پا رفته، لگد مالش کردن، کوبیدنش، شاید از اونجایی که ناخون دفن کردید اتوبان درست کرده باشن، ساختمون ساختن، شما هیچ حسی نسبت به اون ناخونتون ندارید. البته وقتی از اونجا رد بشید، مثلا میگم آه فرض، مثلا از کنار اون اتوبان که رد میشید میگه ای راستی من یه بار اینجا ناخون گرفتم، اینجا دفن کردم، یه حس تعلق این شکلی بهش دارید، ولی دردی رو احساس نمی‌کنید بابت اون ناخون. ولی اگه ناخونتون شکسته باشه، نصفش افتاده باشه، نصفش اینجا باشه، این دیگه درده. بابت اون نصفی که افتاده درد ندارید، فشار قبر به اونی که تو خاکه نیستا، که آقا این مثلا خوب جایی افتاده، میگه منو مثلا سر پیچ دفن می‌کنید، اینجا مثلا تاکسی خورش خوبه، چنتونم بعضی اینجوری هم مثلا میگه آب و هواش خوبه، یکی از این بازیگرا رفته بود روستاشون، نشو من که با بزرگم دفن کن، اونجا آب و هواش خوبه، بعد گفتم وصیت کرده بودن همونجا هم دفنش کردن. خلاصه دو نبش مثلا بارون میاد هوا خوب، میگه مرده هاشون هم اینجا تو شمال خیلی خوش به حالشون، همش بارون میاد و میوه دارن بالا سرشون. خلاصه به اینا نیست اصلا، اون کاری به این نداره، مثلا بارونی که میاد چه دخلی به اینی داره که تو قبره. خب آقا پس چرا میگن که برای مرده مثلا بیاید آب بپاشید رو قبرش، اثر داره اون جل، چون آب مظهر رحمت خداست،
آبی که شما میریزید صورت دنیای آب، آب صورت ملکوتی چه رحمت. لذا اگه خواب دیدید که تو آب دارید شنا میکنید، البته بستگی به آبش هم داره که آب شیرین باشه، آب شور باشه. اگه آب شیرین باشه معناش اینه که در رحمت خدا غرق خواهید شد. اگه آب شور باشه این در دنیا غرق خواهید شد. دوتا چیز کاملا متضاد. و آب شیرین تو خواب خیلی خوبه. اگه آب به آدم بدن، آب بخوره، تشنگی تو خواب خیلی بده. برخی امواج رو آدم به شکل تشنه میبینه. که حالا مثلا اگر خدا نکرده در نماز کاهل بوده، معمولا اینا اون طرف تشنن، موقع جان دادن هم تشنه است. چون از رحمت خودشو محروم کرد. این صورت رحمته، به صورت آب در میاد. افیضوا علینا من الماء. در قرآن داره میگه که جهنمی ها به بهشتی ها میگن یکم از این آب به ما بدید. اونا میگن که ان الله حرمها علی الکافرین. خدا اینو بر کافرین حرام کرد. چون جلوه رحمت. در جهنم رحمتی نیست. در جهنم آب نیست. هیچ خبری از آب نیست. آب جلوه رحمته. نه یعنی چون آب رو ریختی رو بدن این میت، رو قبر این میت، این الان خوشش اومده، یکم دیگه آب بپاش، بارون بیاد حال میکنه، مثلا بغل استخ باشه، مثلا بچه ها بپنن تو آب، آبش بپاشه رو ما، اینجوری نیست. ربطی نداره به اون آبی که اینجا داره میریزه. اون جلوه رحمته. شما به قصد نزول رحمت داری آب میریزی، خدای متعال رحمت رو جاری میکنه بر اون در بهشت یا در برزخ. این بدن اصلا کاری نیست، این تمام شد رفت. یکی از دوستانو بردیم خدمت یکی از اساتید و این دوستمون تو قبرستان کار میکرد، اونجا کار هنری اونا انجام میداد، گلزار شهید بود، گلزار شهدا بود. بعد این بخش بغل اون گلزار شهدا اموات اونا زیاد میوردن، ما این رفقمون یکی حالت افسردگی گرفته بود، بردیم پیش یکی از اساتید اهل فن، اهل بخیه، بردیم پیش ایشونو گفتم حاج آقا ایشون مرده ها رو زیاد میبینه، حالش خوب نیست، یه چیزی بفهمه. ایشون گفت ای باری که به چه شکلی میبینی؟ با لباس سفید میان، با لباس چرنگی میان. این رفیق هم جو با ما چطور نگاه کرد گاجا چی میگه؟ گفتم نه حاج آقا جنازه ها رو میبینه، خود مرده ها رو نمیبینه. آه جنازه ها، نه جنازه که مثل لباس میمونه، کسی لباسی گرفته پرت کرده یه جا قصه داره، مثل شما یه جا بری انباری باشه که لباس پر لباس باشه، وحشت داره. مثل یه جایی بیدونی پر لباس کاره، 10,000 تا لباس کار، چه ترسی داره؟ وحشتی نداره. اینه این لباسیه که در میاریم میذاریم میریم، هیچ نسبتی هم به ما نداره، مگر اینکه کسی خدای نکره تعلق به این داشته باشه که او اذیت میشه از جدایی از بدن. پس اگه تعلق نبود به محض اینکه جدا میشه مثل ناخونه، اساسا سبکی میکنه، شما ناخون تو که میگیری سبک میشه، از این رها میشه. البته اینم بگم رفع این تعلق اینو داشته باشه جمله مهمی است. حضرت استاد طلعت جوادی میفرمودن که لحظه جان دادن مثل کشیدن دندان، اگر سر نباشه تو دندون چه اتفاق میفته؟ یه موجودی رو میخوان روح رو ازش بگیرن، تو دندون اینه دیگه، میخوان روح رو بگیرن، میکننش، نزعش میکنن، روح رو از دندان میخوان بگیرن. اگه سر نکنن، بیحس نکنن، چه اتفاق میفته؟ چقدر درد احساس میکنه؟ تعلق دیگه، روح رو میخوان بگیرن. ایشون میفهمود که حالت جان دادن برای کسی که تعلق به دنیا داره این شکلیه نسبت به کل بدن، نه فقط دندان، انگار از همه جا میخوان روح رو بگیرن. خب خیلی درد داره. ولی کسی که بیحسه، این اصلا پرواز میکنه میره، مثل حسی نداره. مثل مشتمار، یه ماجرای معروفی هم داره، حالا دیگه فقط اشاره بکنم. مرحوم علامه مجلسی با مرحوم سید نعمت الله جزایری قرار گذاشتن، هم دوره بودن، رفیق بودن، قرار گذاشتن هر کسی زودتر از دنیا رفت بیا تو خواب اون یکی. مرحوم علامه مجلسی زودتر از دنیا رفت، یک سال بعد اومد تو خواب مرحوم جزایری که ایشون پرسید چی شد، گفت من مشغله داشتم، دیر اومدم. بعد گفت خب بگو تعریف کن چی بود. گفت موقع جان دادنم، فقط برات بگم یکی اومد تو اتاق من، گفت حاج آقا دراز بکش من مشتمالت بدم. ما هم دراز کشیدیم و این شروع که از سر شست پا مالیدن، داره سبک میشه، سر پای ما سبک شد، به زانو رسید سبک شد، دیدم تیکه تیکه سبک شد، به گردن رسید و پیشونی رسید، یه مالش پیشونی دادیدم شدم دوتا. بعد
دیدم همه شون گنجی قداد کردن و علامه دنیا رفت و بدبخت شدیم و بیچاره شدیم و خلاصه دیدم خیلی هوا خوب شد و فضا خوب شد و معطر شد و پر نور شد و اینا دارن گریه میکنم. من تعجب میکنم چرا گریه میکنم، من که اینجا نشستم و سر حالم قصه نداره. معمولا این کتابا تا اینجاشو چون میگه همه جذاب بود، همه فکر میکنن مرگ خیلی خوشگله برای همه. ایشون میفهمد که من تا اونجا سبک بودم، جنازه رو دست گرفتن رفتم، تا قبل که گذاشتن دردام شروع شد. این که عرض کردم از قبل شروع میشه ماجرا اینه، چون فهمون به حساب کتاب که رسید تازه اصل ماجرا شروع شد. به من گفتن چی آوردی؟ گفتم بهار و لنبار. گفتن قبول نیست برو بعدی. آقا بهار و لنبار؟ نه نوشتی اسم در رفت دیگه، برای خدا چی آوردی؟ آقا درس دادم. اونم که شاگردات میومدن کف و سوت و هورا میزدن، برای خدا چی آوردی؟ چون فهمون هرچی اعمال رو گشتندم برای خدا چیزی ندارم. علامه مجلسی فرمود که آخر خودشون گشتن گفتن که یه روز محله نما کجای اصفهان رد میشدی، یه بدبختی رو گرفته بودن داشتن میزدن، اومدی گفته اما برای چی میزنی؟ گفتن که این بدهیشو نمیده. بعد ایشون گفته دیدم یکی داره دو دستی میزنه. گفتم تو چرا دو دستی میزنی؟ گفت ها هرسم خالیشی. بعد نکته انحرافی داستان بود اینجا. بعد اون دو دستی میزد تا قرارز خواسته فهم خواسته ارساش کاریشه. بعد گفتم خواه نزن این بدبخت گناه، چه گناهی داره؟ گفتم پولو نمیده. گفتم من میدم. گفت در آوردم پولو بین اینا تقسیم کردم. اصلا خود علامه هم یادش نبوده. گفت کل اعمال ما رو گشتن و دیدیم این یه دونه رو قبول کردن. گفتم این برای خدا بود و کار را انداخت. با همین ردی برو. حالا اینا همه هر کی میره همه خوشحال و سر حال و اینا، حساب کتاب تازه از توی قبر و اون ماجرایی که دوتا ملک میان و حساب کشی میکنن و اینا یه ماجرایی داره. حالا خیلی خواستم خیلی حال خوشتون دیدم الحمدلله حال خوشی دست داده، خواستم یکم حالتون رو بگیرم. خب میگه طلبه گفت که من بعد نماز صبح دیدم یه حال مطالعه‌ای بهم دست داد، استغفار کردم الحمدلله برطرف شد. دیدم حال خوشی دست داده، همه مرگ خوششون اومده. گفتم اینم بگم که خیلی همه کیفور نشن، اینا هم هست بعدش. خلاصه ایشون میگه که من دیدم اصلا علاقه ندارم به این بدنم، ولی کنجکاو بودم ببینم با این میخوان چی کار کنن. از بالا دیدم که کارگرها و بناها دورش جمع شدن، هر کسی چیزی میگفت. سنگکار گفت خدا لعنتم کنه، مقصر اصلی منم. شاگردش نالید گفت یتیم شدم. مهندس رفت لوله‌کش بهش توپید که چرا چرند میگی. جوشکار روی کالبدم خم شد و گفت شک دارم ولی احتمالاً هنوز زنده است. یه وانت نیسان داشت، سری به سمت وانتش دوید، سوار شد، با دندقه به سمت جسدم اومد. دو تا از کارگرا پتوی کهنه کف وانت پهن کردن، بعد بدنم رو روی زمین برداشتن و کف وانت خوابوندن که همه اینا رفتن تست کردن و ست کردن، رفتن پرسیدن گفتن آقا این واقعا اینجور بوده، اونام تایید کردن. راننده فوراً به سمت بیمارستان حرکت کرد. بعد میگه جسم تو عقب وانت تنها گذاشتن؟ میگه نه، دو تا کارگری که جسم رو به وانت منتقل کردن کنارش موندن، یکیشون سر کالبدم رو روی کشاله پاش گذاشته بود. میگه اینا رو از اون بالا میدیدی؟ میگه وقتی وانت حرکت کرد نزدیک کالبدم بودم، یادم نیست چطوری بهش نزدیک شده بودم، اما به خاطر دارم که فاصله کمی با بدن خاکیم داشتم، تقریبا نیم متر بالاتر از او در هوا شناور بودم. ایستاده افقی بودی؟ ایستاده بودم. ضمن تمام علومی که در زمین کسب کرده بودم با من بود. اینم جالبه. گرچه گاهی علم زمینی من و انتظاراتم با تجارب جدید جور در نمی اومد. مثل چی؟ میگه مثلا وقتی در پشت وانت ایستاده بودم انتظار داشتم که وزش باد رو احساس کنم، در حالی که احساس نمی کردم. یا مثلا انتظار داشتم هر رنگ و نوری رو مثل سابق که تو جسمم بودم ببینم، اما در وضعیت جدیدم رنگ ها و نورها با اونی که قبلا دیده بودم متفاوت بود، بسیار متفاوت. دقت کنید ما در این عالم رنگ ها و نورها رو به صورت واضح نمی بینیم. خیلی جالبه. البته فکر میکنیم که داریم به وضوح میبینیم، ولی اینطور نیست. این رنگ سبزی که ما میبینیم که سبز نیست که، این رنگ قرمز که قرمز نیست، اصلا رنگ نیست، اینجا اداشو در آورده. بعد میگه که چطور؟ میگه نگاه کنیم در موقعیت که قرار داشتم رنگ ها و نورها طور دیگه جلوه میکردن، درخشش اونها خارق العاده، اعجاب انگیز و سکرآور بود. من هرگز چنین درخششی رو در حیات مادی خودم ندیده بودم، انگار که در زندگی مادی رنگ‌ها رو از پشت جوراب سیاه دیده باشم. میگه انگار تو دنیا رنگ‌ها رو از پشت جوراب سیاه داشتم می‌دیدم، انگار رنگ‌ها ماته تو دنیا، رنگ نیست اینجا. از پشت یک جوراب سیاه، از پشت یک جوراب سیاه و ضخیم، یا انگار با یک عینک تیره بهش نگاه کرده باشم. عقب وانت احساس می‌کردم جوراب سیاه ضخیم یا عینک تیره رو از صورتم برداشتم. میخوام بگم تفاوت رنگ‌ها قبل و پس از مرگ تا این حد به نظر می‌رسه. از این گذشته من در اون وضع رنگ‌های جدیدی رو دیدم،
رنگ‌هایی که در زندگی زمینی هرگز دیده نمیشن، حتی به صورت مات هم دیده نمیشن. ما تو زمین فقط چند رنگ رو میبینیم، رنگ‌هایی رو که مشاهده میکنیم که بین مادون قرمز و ماورا و بنفش قرار دارن. حقیقت اینه که هزاران رنگ دیگر هم وجود داره، رنگ‌های بسیار زنده، حیرت انگیز و زیبا. من همه اونا رو میدیدم، به علاوه نغمه‌های بسیار دلپذیر رو میشنیدم. باید اعتراف کنم که به طرزی وصف نشدنی شیفته نورها، رنگ‌ها و نغمه‌ها شده بودم. در حین همون شگفتی بود که اون صدا با من ارتباط برقرار کرد. به نظرم اون صدا از دل همون نورها، رنگها و نغمه ها بیرون اومد. میگه اون صدا چی بود؟ میگه صدای عادی نبود، من اسمشو میذارم صدای روحانی، که خب قاعدتا یه ملکی بوده که ایشون ندیده. صدای روحانی منظور یه از این صداهایی نبود که آدم از طریق گوش میشنوه، صدای درونی هم نبود، صدایی بود که از نقطه نزدیک برمیخواست و به درونم نفوذ میکرد. یعنی من نه از راه گوش بلکه از درونم میشنیدم. چطوری بگم که متوجه بشید؟ اون صدا به یک نفر تعلق داشت. من نه صاحب صدا رو میدیدم، نه صداشو به صورت معمولی میشنیدم. صاحب صدا هر کسی که بود به صورت غیرعادی کلامش رو من منتقل میکرد. صاحب صدا میتونست از همون طریق عواطفش رو هم به من منتقل کنه. عواطف رو انتقال میدن، شعر عواطف دیدین داره تو دنیا، کسی عاطفه رو منتقل کنه. البته منم میتونستم به همون گونه افکار و احساساتم رو بهش منتقل کنم. اون صدا یا در اصل صاحب نامرئی صدا تا آخرین لحظات با من بود، تا آخرین لحظات تجربه مرگ و چند روزی بعد از اون تجربه هم حتی با من بود. حتی زمانی که خاموش میشد میدونستم که با من و کنار منه. حضور عاقلانه، باوقار و پر از محبتش رو حس میکردم. بعضی تو دنیا این قوه براشون فعال میشه، ارتباط. حالا اینو تو کتابی نیومده، اینو دیگه داشته باشید اینجا. بعضی اسم اینو، این صدای روحانی و این موجودی که اینجور انتقال میده، اسم اینو گذاشتن هدا. البته مرحوم قوچانی به نظرم اسمشو هادی گذاشته تو کتاب سیاحت غرب، اینجور یادم میاد، چند خیلی وقت پیش خوندم که اسم اینو هادی میذاره. یه هادی بود که کنار من میگفت، ولی تعبیر قرآنیش هدا. بعضی تو همین دنیا این هدا براشون فعال میشه، بهشون خط میده. مرحوم آیت‌الله بروجردی این شکلی بود که دو تا ماجرای معروف داره مرحوم بروجردی. ایشون میفهمید که من هر کار خوبی که میکردم، هر وقت مخیر میشدم بین دو تا کار و احساس میکردم این کار مثلا نمیدونستم خوبه یا بده، این هدا که حالا ایشون اسمش رو داریم، ملکی که از بچگی همراه من بود، رو شونه من میزد، رو شونه چپم که میزد میفهمیدم کار بده و ترکش میکردم. که حالا یه ماجرایی هم ایشون تعریف میکنه که دیگه نمیخوام واردش بشم چون شبهه میفته، که یه کتابی رو برداشتم و زد به شونم، یعنی بنداز. بعد یه ماجرا دیگه هم داره که ایشون میخواسته بیاد ایران، میره کاظمین، یه نامه‌ای بهش میدن، میگه شما ایران که میرید اینو به فلان آقا میرسونی از مراجع قم. ایشون نامه رو میاره با خودش، میگه تو حرم ظاهرا کاظمین، یادمه حرم کاظمین که بودم، این ملک به من گفت که نامه رو در بیار، آتش بسوزون، بیا مثلا پاره کن. من به یقین رسیدم که برای پاره کن. حالا نامه رو یه مرجعی داده برای یه مرجع دیگه. خب نامه مرجع من کسی پاره میکنه دیگه؟ این به من گفت پاره کن نامه. نامه رو درآوردم، ریز ریز کردم، اومدم لب مرز، سربازای رضا شاه منو گرفتن، گفتن نامه رو رد کن بیا. گفتم کدوم نامه؟ گفتم فکر کنم خبر نداریم، اون آقا بهت نامه داده، به فلان آقا بدی، میخوای کودتا کنی، حکم بده اعدامه. گفتم آقا من نامه ندارم. گفت ما از زیر سنگ شده اینو از تو وجود در میاری، نامت میکنی. رو گشتن عمامه و لباس و هر چی بود ریختن بیرون. گفتم مگه میشه تو نامه رو از اون گرفتی ببری؟ من نامه ندارم، اثبات کن. و خلاصه هر جور بود ما رو ول کردن، ما اومدیم، خدا رحم کرد، ما نجات پیدا کردیم، خدا جون ما رو نجات داد. اینه توی بزنگاهای این هدا به آدم خط میده. خیلی‌ها بعد از مرگ اینو میبینن که براشون تعریف میکنه که الان کجایی و چه خبر، و یه حس آرامشی هم بهشون میده. خیلی سریع یه چند خط دیگه بخونم. بعد میگه که این صدای روحانی که باهات بود حضور مهربان پدرانه داشت، میگه وسیع‌تر از پدرانه، یک معلم، یک استاد، یک راهنمای بی اندازه مهربان. من از این به بعد هر وقت میخوام اینو بگم، میگم الهام یا الغا را صدای روحانی اسمش رو میذارم. بعد که اینا، این نویسنده میگه اتفاقا ما با نفر قبلی که مصاحبه کردیم هم اونم در مورد همین صحبت کرد، بعد میگه اولین جمله‌ای که صدای روحانی به شما گفت یا الغا کرد چی بود؟ سلام. چی؟ سلام. اولین کلمه‌ای که گفت سلام بود. به سلامش جواب دادم، مدتی حرف زدیم. چه حرفی زدیم؟ میگه حرفای خصوصی بود دیگه، ازم نپرس. بعد میگه که
صدای روحانی به صورت محبت‌آمیز گفت که من موقتاً مهمونشم، یعنی قرار دوباره به زندگی مادی برگردم. بعد از اینکه چیزهایی رو دیدم و شنیدم ازش پرسیدم چقدر طول می‌کشه تا برگردم، گفت زیاد طول نمی‌کشه، من هیچ میلی به برگشتن ندارم. بعضی از صاحبان استخاره، حالا ایشون همین جلوترش میگه، میگه هنوز اون صدای روحانی با من هست و این سه چیز رو به من میگه. بعضی از کسایی که به استخاره میرسن یا به تعبیر خواب میرسن این شکلیه، یعنی قرآن رو باز میکنه بهش میگن که آقا این تعبیرش چیه، داریم همین الان داریم افراد این شکلی. بعد میگه هیچ میلی به برگشتن نداشتم ولی نگران والدینم بودم. اینجاش خیلی قشنگه، یه اشاره خیلی سریع بکنم، میگه نگران والدینم بودم چون یه برادرم رو از دست داده بودم و خب منم جوان بودم، سن و سالی نداشتم، میدونستم که برای پدرم خیلی خبر تلخی وقتی بخوام بهش این خبر رو بدم و خیلی مضطرب میشدن اگه با خبر میشدن. اون صدای روحانی من گفت اگه میخوای بریم به پدر مادر سر بزن. گفتم میتونم؟ گفت آره. برای چند لحظه همه جا تاریک شد، خودم رو در خانه پدر مادرم دیدم، داخل کوچکترین اتاق خونه نشسته بودن، یه اتاق 3 در 4 بود. والدینم از بین 3 اتاق خونه فقط به این اتاق کوچیک انس گرفته بودن، همیشه تو همین اتاق میشستن، در همین اتاق غذا میخوردن، همین اتاق هم مهمونا پذیرایی میکردن، همین اتاق میخوابیدن. میگه که مادرم نزدیک سماور روی تشکچه مخصوص خودش بود، پدرم گوشه راست اتاق در حالی که داشت به حرفای مادرم گوش میداد پیچای رادیو رو داشت میبست. میگه یعنی چی؟ میگه دل و روده رادیو رو باز کرده بود، داشت با پیچاشو میبست، با یه پیچ کوشتی 4 سو و دسته زرد. پدرم در تعمیر وسایل صوتی مهارت داشت. مادر در مورد چی حرف میزد؟ مادرم داشت ماجرایی که در جلسه قرائت قرآن پیش اومده بود جز به جز تعریف میکرد. مادرم پای ثابت جلسات قرآن بود، در حدی که نصف قرآن همجوری حفظ شده. بعد میگه چی میگفت؟ رو وسط جلسه یکی از خانما سکته کرده بود، سکته مغزی. این چیزی بود که مادرم داشت به پدرم تعریف میکرد. وسطای صحبتش پدرم دور برش نگاه کرد، لباشو به هم فشار داد، چند بار روی قالی دست کشید، فهمیدم دنبال پیچ کوچیکی که گم کرده میگرده. مادرم پرسید دنبال چی میگردی؟ پدر گفت یکی از پیچا. من داشتم اون پیچو میدیدم، بی اختیار دستمو به سوی پیچ دراز کردم و گفتم اینجاست. تا گفتم پدرم نگاهشو به سمت پیچ چرخوند. که این تصرفات ملکوتیه، شاید بعداً یکی کمی در موردش صحبت بکنیم که ملائکه خیلی از این کارو میکنن. بعد انگار صدامو شنیده باشی یا متوجه اشاره دستم شده باشه، لبخند زنان به مادرم گفت دیدمش، پیچو برداشت. همون موقع زنگ تلفن به صدا در اومد، میدونستم که چه کسی داره زنگ میزنه، کاملا میدونستم کی داره زنگ میزنه. یکی از کارگرای ساختمون و مردی میانسال به اسم اسماعیل بود، میخواست جریان رو پدر مادرم اطلاع بده. دیگه دوست نداشتم اونجا باشم، نمیخواستم والدینم رو هنگام شنیدن خبر ببینم. از تماشای چنین صحنه متنفر بودم. چند سال قبلش برادر کوچیکم رضا بر سر تصادف فوت کرده بود، من خونه پدرم بودم. وقتی دوستش تلفن کرد و خبر داد، دیدم چطور مادرم ویران شد و کمر پدرم تا خورد. اینجا بغض میکنه و میگه دیگه نمیخواستم اون صحنه رو ببینم. یاد رضا داداشم افتادم، گفتم میخوام برم رضا رو ببینم که دنیا رفته. که اینجا دیگه میگه میرم کنار قبر رضا و یه اتفاقاتی میفته که رضا رو میبینه و چی میبینه و اینا، ان شاء الله فردا الان چه خواهید دید رضا و این ماجراهایی که ان شاء الله فردا میسازه. خدا در فرج امام است تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.